تنها راه حل رژیم دست کردن در جیب مردم. روزنامه حکومتی جوان اول آذر. مجلس دهم را می توان کم جسارت، سیال و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد. نمایندگان خانه ملت دیگر نسبت به مشکلات اقتصادی مردم و به ویژه رشد فقر در جامعه حساسیت خاصی ندارند و در مقابل افزایش قیمت‌ها دولت را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. حتی برخی کمیسیون‌های تخصصی مانند کشاورزی، صنایع و حتی اقتصادی از طریق رسانه‌ها در جریان افزایش قیمت قرار می‌گیرند و هیچ گونه اطلاعی از تشدید هزینه‌ها در جامعه ندارند. پزشکیان، نایب رئیس مجلس ارتجاع اول آذر. ما در مملکت مشکل داریم. گفتنش خوب نیست پشت تریبون، مثلا بنده بگم الان مثلا رانت چجوریه، رشوه چجوریه. همین بانک‌ها تو نظام جمهوری اسلامی روش کردن، پول مردمو خوردن. ما هم مسئول بودیم. من بلندشم فوش بدم. خب من مقصر بودم، من خوب نظارت نکردم. بانک مرکزی مقصر بود، خوب کنترل نکرده. قوه قضاییه مقصر بود. اجرا نه. یعنی همه ما توی کشتی هستیم. همه با هم دست به دست این کار دادیم. خبرگزاری حکومتی صدا و سیمای رژیم اول آذر. نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه ایران وارد بوکمال شد. نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل مواد غذایی و دارو با کمک نیروهای جمعیت هلال احمر وارد شهر بوکمال شد. با گذشت 48 ساعت از آزادسازی شهر بوکمال واقع در جنوب شرقی استان دیرزور سوریه، ساعتی پیش نخستین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل مواد غذایی و دارو با کمک نیروهای جمعیت هلال احمر وارد شهر بوکمال شد. روزنامه حکومتی اعتماد دوم آذر. زلزله اجتماعی را جدی بگیریم. در جریان زلزله اخیر شهروندان ایرانی به یک باره جلوه‌ای از میزان اعتماد عمومی خیش به دستگاه‌های رسمی مسئول در امور رفاهی و امدادی و غیره را از طریق اعتماد بخشی بی سابقه به نهادهای غیر رسمی نشان دادند و این موضوع در آینده بدون پیامدها و تبعات خاص سیاسی و اجتماعی باقی نخواهد ماند. زلزله اخیر خطر قریب الوقوع فروپاشی اعتماد اجتماعی و اضمحلال سرمایه‌های اجتماعی را گوشزد می‌کند.